ایالات متحده راه را برای اقامه دعوا علیه شرکت‌های خارجی فعال در کوبا فراهم کرد. صبح امروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دوران مدارا با کوبا نتیجه بخش نبوده، از این رو دولت آمریکا اقداماتی را جهت تحت فشار گذاردن دولت آن کشور آغاز کرده است. همکارم گیتا آریان مستقیم از وزارت خارجه امر ماست. گیتا، اعمال فشاری که آقای پومپئو به اون اشاره کرده به چه صورت خواهد بود؟ در واقع این اعمال فشار دو بُعد داره. یک بُعدش برمیگرده به دولت کوبا و عملکردش در داخل کشور که از دید دولت آمریکا نقض حقوق بشر و سرکوب مردم هست، و بُعد دیگه‌اش برمیگرده به حمایتش از نیکولاس مادورو در ونزوئلا. حالا ظاهرا این دو تا با هم ترکیب شده، چون اینطور که آقای پومپئو میگفت، خب سال‌هاست که دولت کوبا دست به ارعاب و خشونت و سرکوب مردم دست میزنه و حالا این روش خودش رو به کوبا، به ونزوئلا هم صادر کرده، و در واقع الان ارتش، سازمان اطلاعات ارتش کوبا و بقیه سازمان‌های اطلاعاتی کوبا هستن که نیکولاس مادورو رو کماکان بر سر قدرت نگه داشتن. آقای پومپئو امروز در صحبت‌هاش گفت که دولت ترامپ بر اساس واقعیت‌ها تصمیم‌هاش رو می‌گیره. مثال زد اینکه انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم به خاطر اینکه این دولت معتقده که اورشلیم پایتخت واقعی اسرائیل هست، یا اینکه گروه تروریستی خارجی خواندن سپاه پاسداران برای اینکه معتقده که ماهیت این سپاه واقعا همین هست. کوبا هم در این گوشه از جهان به دید آمریکا باعث تضعیف امنیت و ایمنی میشه و این خودش خطریه برای منافع ملی آمریکا. بنابراین دولت آمریکا یا دولت ترامپ الان تصمیم گرفته که ماده 3 قانون 23 سال پیش رو در واقع تعلیق دیگه نکنه، برای اینکه تو از اون زمان تا حالا تمامی دولت‌های آمریکا اونو تعلیق می‌کردن، اجرا نمی‌کردن، اما دیگه دولت ترامپ می‌خواد اون رو به اجرا بگذاره. For the first time claimants were able to bring lawsuits against persons trafficking property that was confiscated by the Cuban regime. برای نخستین بار شاکیانی که دارایی‌هایشان توسط دولت کوبا مصادره شده بود می‌توانند علیه کسانی که آن دارایی‌ها را تصاحب کردند اقامه دعوا کنند. هر فرد و شرکتی که در کوبا فعالیت بازرگانی دارد باید به این تصمیم توجه کند. آقای پومپئو از کشورهای دوست و متحد آمریکا هم خواست که از ایالات متحده الگو بردارن و اونها هم در حمایت از مردم کوبا عمل بکنن. این تصمیم عمدتاً اینطور که آقای پومپئو گفت در رابطه با ترویج دموکراسی و همینطور حمایت از مردم کوبا هست.